همین اندازه کار کن. چشم. این همون فرمیه که میگفتی. خب زود ببرش مغازه علی آقا تو میدونه اعدام. بلدی که؟ بله. اگه پسند کردن یادداشت بردار که چند تا بخون. بدو بدو بینم. مواظب اون دستگاه باش. راستی سهراب خواهم. برای بچه ها پیغام دادن که فردا شب تو باغ حاج منتظر منتظرتون هستن. نه من نمیتونم برم. دختر اشرف زادت عروس میشه. میدونی که این همسایه از فامیل و خویش هم به ما نزدیکتره. خوبیت نداره که من نباشم. شاید کاربارشون گیر کرد. حالا سعی که دوباره پیغام دادم بهش بگم من نمیام. عروسی رو بس رفت. صبحم سرکار نمیتونم بیام. با حاجی بگو عذر ما خواسته است. کاش یه توپ و تشری به این پسره میزدی. زیر سرش بلند شده. میترسم رفقاش زیر پاش بشینن و کار دست خودش بده. فکرش هم نکن. من نصیحتش میکنم. اما پرت هم نمیگفتا. صحبت ناموس بود. ببین رشید. پاری وقتا هست که یه چیزای قاطی زندگی آدم میشه که پاک آدمو از این رو به اون رو میکنه. آدم از یه ساعت بعد و یه مصیبت بدترش خبر نداره. دو ساله که ما در تهران نیومدیم. شما هم که هر وقت میخواییم بریم مسافرت میرین مشهد زیارت. مگه اینکه عروسی یکی از قوم و خویشا باشه تا بیاییم تهران. راستی دومد کی هست؟ تو میشناسیش؟ یکی از فامیلای شوهر اشرف ساداته. میگه همه جووناشون فرق داره. مگه چه ریختی؟ هم حقوق بگیره هم سر بزیره. کارمند ثبت احوال مادر. جدی؟ آره طاووس جون، روزی 40-50 تا سجل میده دست مردم. تازه یه حمومم تو شهر داره، خونه شخصی هم داره. اشرف زاده تو نامش نوشته بود حموم دومادش 12 تا نمره خصوصی داره با یه عمومی. خلاصه ما در کاربار یارو سکه است. خوش به حالش، منظر خیلی خوش شانسه. ایوا مگه تو بد شانسی؟ خیلی هم از اون خوشگل تری. این همه پسر تو اصفهان خودمون واسه سینه میزنن، تو حالیت نیست. چیزی که هست میگن اشرف زاده یه زبونی داره که حقانیت خدا من ندارم. اون 10 تا دختر پیرم داشته باشه یه ساعت شوهر میده. رسیدیم. اول باید بریم یه پیرم واسم بخریم. ما فردا شب اینجوری نمیام. بفرمایید. ایوا ولی الله خان این کارا چیه؟ مگه مهمون اومده؟ این حرفا چیه؟ شما خودتون صابخونه ای؟ یالا. میبخشین خونه بی کدبانو برکت نداره. اینام که هست قابل شما نیست. سرتون سلامت باشه. خب به مبارکی منظر خانومم که عروس کردیم. کنیز شما. اختیار دارین. والا الان ریش و قیچی دست شما. چطور مگه؟ میخوایم عروسی رو بندازیم تو خونه شما. خونه ما که میدونین خیلی کوچیکه. منم اینقدر تو این یکی دو هفته سرم تو کار و دلم تو هول و ولا بود که پاک یادم رفته بود به شما بگم. این حرفا چیه؟ منظر سهراب مثل خواهر برادرم. چه فرقی میکنه؟ بذار ما مقلن یه عروسی تو خونمون ببینیم. خدا عوضتون بده. با امید خدا منظر رو کرایه کردیم، خودمون واسه سهراب خان آستین بالا میزنیم. هرچی باشه آدم که بیدل نمیشه، بالاخره دلش پیش یکی گیر میکنه. مگه یه کسی پیدا بشه اشرف صدا؟ آه همینجا. خیلی ممنون. خواهر جون بالاخره اومدی. چشم ما پدر سفید شد. قربونت برم. سلام خالی. سلام گرون ماد میشه. تو چه بزرگ شدی. تصدقت بده. دست شما درد نکنه. بفرمایید. ایوا ببینم مادر پس پسران بودان چرا نیامدن؟ حالا بریم تو. خاله جون بده به من. بده به من. شما خسته. خاله جون خسته میشه. سلام علیکم. با سلام پسر گل. اگه میدونستم اول میری سر وقت حوض ماهیاشو میکشیدم بیرون تا جمال بیمثال تو چشم نزنم. چی شد آقا جون؟ امشب کپکت خروس میخونه. الان دیگه سالیونه که صداش گرفته. یه موقعهایی نقاره میزد، موقعهایی که بابات خیلی برو بیاداشت. روزی نبود که باز خاطر من قرص نخورم.
مادر خدا بیامرزت هم تو همون روزگار بود که خورد به پست ما. بیچاره چه زود پستش تموم شد. پسر اگه جوونی هم بود مال اون موقع ها بود. جوون حالا نیم کیلو پیاز و نیم بوت آب گوجه فرنگی میخواد تا سر پا بتونه واسه. یکیش تو. به تو هم میگن جوون؟ بله نسبت شما نباشه، مثل اینکه میگن چه جوونی که تا هوا تاریک میشه میچپه تو خونه. بابات که جوون بود گلزریان نمیذاشتن تا صبح در طلوع رای خونه بشه. آره چه بفاره پایم شبو میخوام بپرم با تو. حالشو داری؟ دواخوری رو میگم. بابا شب جمعه رفته بودی؟ بچه فرقی میکنه، نیت آدم که پاک باشه انگار هر شب شب جمعه است. خب حالشو داری؟ هم میرو براز هم میگم امشب هم که شوم نداری. پاشو پاشو امشب رو نه نیار. خوش کردم واسه خیار بذارم دهنت. از اسب که نیفتادی بابا پاشو. از اسب افتادیم از نسل نیفتادیم. تا تو یه چایی بخوری. نفس بالا گیر میکنه. چه میدونم دیگه. سلام. سلام. سهراب خان باد بودکمون اون بالا گیر کرده، میشه برم بیارم؟ شیطونا ویسی من میرم وسطتون میارم، میترسم بیافتیم پایین. خدایا پاک چشم را نگیر. خیلی ممنون. قربون شما. در زمینه ی عشقی روزهای دلپذیری در انتظار دارید. بلخرچهتون رو کمتر کنید و مقداری از درآمدتون رو انداز کنید. با متولدین میرمر تفاهم کامل خواهید داشت. خدا کنه متولد میر باشی. زود باشی یا لابدایی. بفرمید خانم. بله داداش یا بیا چشم.
عافیت بشه. قربونیش. چه میکنه؟ کیه که قدر بدونه؟ خب چیا میگن؟ میگن شرم و حیا سرش نمیشه. آره رفت. میگن به خودی و کاری نداره، غریب گزه. اینم راست میگن. میگن حرفش حرف نیست، قولش هم قول نیست. نه من این ریخته نیستم، هنوز که بهت قول ندادم، اما وقتی که دادم جونم هم سر قولم میدم. ببینم تو خونه اشرف صدات میگن. آره. واسه عروسی اومدی؟ آره. خوبیت نداره که ما با هم بریم، تو برو من بعدم میام، اما امشب رو پشت بوم منتظرتم. باشه؟ باشه. سلام علیکم. سلام. مگه میشه از میونی شلوغیت شد؟ باه باه باه، نمیدونی چه خبری؟ کسی ندیده؟ نه. تو رو چی؟ نه فکرشم نکن. خب حالا چی کار کنی؟ نه هیچی، با هم حرف بزنیم. ببینم اسم تو چیه؟ طاووس. چه قشنگه، مثل چشای صاحبش میمونه. از کجا آوردیش؟ واسم سوغاتی آوردن. واسه چه خواستی منو ببینی؟ هیچی، همینطوری. سلام روستایی بی تمن نیست. نمیدونم، صبح وقتی دیدنت دلم یهو پر کشید، من تا حالا این ریختی نشده بودم. اینو راست میگم، از این رقم برنامه بربای خاک مادرم تا حالا واسه من نبوده. آره میدونم، چیزایی که امروز بهت گفتم شوخی بود. اینجا همه از نجابت و مردونکی تو حرف میزنن. به دلم برات شده که خواست خداست. خدا وقتی که بخواد بده نمیپرسه تو کی هست. خودش میریزه وسط، خواست اون موتور بکشه تهرون بندازه تو خط چشم من. راستی تو کی برمیگردیم؟ فردا پس فردا باز بریم اصفهان. بح مصبه تو، عروس به مستید شب کوتاه شد. یعنی تو حالا واقعا میخوای بری؟ آره، پس چی؟
میمون تا دو روزه عزیزه. ببین بیا خونه ما، میمون خودم شو تا قیام قیامت عزیزی، نوکرت هم میشم به خدا. همینطوری که نمیشه. آره میدونم نمیشه، اول قول مردونه میخواد بعدشم. منو تو چی؟ منو دوست داری؟ بله. ببین تابوس، آدم به کسی گفت که خاطر تو میخوام دیگه همه چیش مال اونه، اگه اون تب بکنه دل آدم کنده میشه، اگه اون زخم ببینه چهار ستون بدن آدم میلرزه. آدم وقتی به کسی بگه خاطر تو میخوام دیگه تا تهش میره. حالا تابوس، تو خاطر منو میخوای؟ بله. سلام علیکم. سلام. اوف، عجب بازار شامی بود. چی شده؟ فکر نمی کردم اشرف سادات این همه فامیل داشته باشه. خوب دیدیش یا نه؟ آره دیدمش، نمیدونی چقدر ماه آقا جون. قدرت خدا رو ببین که زب پس کلتو مثل برق دستتو گذاشت تو حنا. نوکرشم. من امشب با اشرف صداد صحبت کردم. خب چی شد؟ چهار شاخ مونده بود اما دلش رضا داد، از خونوادشون حرف زد، وضعشون خیلی رو به راست، اسم و رسم دارن. به اونش کاری ندارم، من خودشو میخوام. ولی رضایتش با پدرشه، تازه دو تا برادرم داره که الانه تو سفرم. ببینم قرار مداره تو گذاشتی؟ آره، فردا صبح اشرف صداد مادر دختره رو میاره اینجا که صحبت بکنم. نوکرتم آقا جون، خاک کف پاتم. تمومش میکنی نه؟ آره قراره که بیاد، بقیهش دیگه با خود. واسه یه طول دخترتون روی من و پسرم سیاست، اینا رو باز بفهمی. دستنگی بدتر از دلتنگیه. آره پسرم، تو خیلی بدشانسی، دست بابا تنگه. نفهمیدی باباش چی کاره هست؟ نه، ولی پیداست کاربارشون خوبه، دستشون در کیسه خلیفه هست. چاره ای نیست، با صبر کرد تا بعد ببینیم میشه. چی داری میگی آقا جون؟ من نمیتونم، جمعه بعد عید واسه گل منار خوبه. اگه تابوس خانوادش راضی کنه تلگراف بزنه چی؟ اون وقت وضعمون چی میشه؟ من نمیتونم تو تهران مستحصل بمونم. تازه اگه دست رو دست بذاریم یه دفعه دیدی فک و فامیلاش و آشناش جووناشون رو فرستادن وسط. آره از که زیاد شد برکت کم میشه، هر طور شده باید یه فکری کرد. حالا چی کار میخوایی بکنی؟ میخوام یه سر برم پیش آشنا، بلکه بتونم یه پولی قرض کنم. روش حساب نکن، اگه نشد چی؟ نمیدونم. برشون بردیم. ای ناکه. ای بچه ها، اونجا رو نگاه. ده ولی یولا خانه اینجا جمعه تو عشقه. سلام علیکم. سلام داداش، قربون شما. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. زیاد ولی رو خورد. خوش اومدی جمالت، بفرما قربون شما. قدمت یعنی حق خیلی ممنون. چه عجب یاد ما کردی. چشم و دلمون روشن کردی. شب و روزتون روشن باشه. خب خیلی وقتی که روزه دیدن ما کردیم مرد، ما از کدوم طرف رخ کشیده که وقت افطار شده و سر میز ما سبز شده؟ خب این آیا وقت افطار نشده، اومدم روزمو بشکنم و چهار تا کلوم با اتون حرف بزنم. جون شما نه، جون همه بچه ها. به ننم گفته بودم سفره بندازه که دوباره با ما رفیق بشی. خب چی شد ولی الله خان؟ چهار تا کلمات خیر انشالله. خدا کنه خیر بشه. میخوام دوباره شانسمو امتحان کنم، خیلی هم زود، واسه همین اومدم سراغت.
به جسو خدایا دیدین گفتم قسم و توبهشو میشکنه و پاشو میذاره وسط. حالا به عبدالعیبون آوردیم. آره اما کسی فکرشو نمیکرد عبدالله. آرون هسته بفرم تو نمیری بالا همهش زیر سر این برق لامروبته این آهن روبا میمونه. اگه مثل آهنم سفت و سخت باشی باز میکشونته. آره اینه هوزن کافه یاست. هر روز به یه نقش و نگار در میاد تا بالاخره میکشونه تو دور و جلدت میکنه. جخ اگه تمام در و دیفالای عالم هم چالم روی خودش ببنده ها باز عشق شمایل آس لامصبش تو سر آدم پرپر میزنه. حالا این دوتا غریبه ها کیا هستن؟ منم نمیشناسمشون. تا حالا ندیدمشون. اسخر خالباز فرستادتشون. میگفت اهل کارن و قد خالبالاترم خوب میدونن. همه خوب جیبشونم پره. اگه شانس یاری کنم و بد قلقی نکنه احمد امروز سیبیلاش چربه چربه. ولی من آخرش نفهمیدم ولی الله خان چرا یه دفعه پیغوم داد که بازی میکنم. فکر نمی کنی که حکمتی تو کاره؟ چه حکمتی برادر؟ کیه که از پول بر ولی الله و اون دوتا سپا میشن. ما هم سپا میشیم شیش پا. باقیش دیگه دست شانسه که باستید مالکی خرش بیشتر میره. آقا عبدالله جونم دو نفر بیرون منتظر شما قلعا میان چون.
دور بزن. یک کارت دیگه. شانس. بیشتر از 19 برده. راست میگی؟ 20. لا کردار خوب آورده. داشت دولا رفیقمون خیلی خوب میاره ها. ورقه دیگه هیچ سراتی مستقیم نمیشه. سلام علیکم استفر بود. سلام علیکم. امروز اینجا چه خبر بود؟ عبدالله اینا رو این طرف نهیدی؟ با دوت دیگه رفت قمار. آقا من باشون بود. این پسره رفته بود نفت بخره، سر خیابون همشونو دیده بود، ولی الله خانم باهاشون بوده. حتما رفت. 200 تومانش منم. یه خورده صبر داشته باش. 21. کسی کور نمیخونه. ببین تو نمیری گلش دیگه. خودت بیس یک تو کلک زدی پیر مرد، همه تونم که شاهد بودی. آره کلک زد. حرف دهنتو بفهم. حرفتو بفهم. نه من کلک بزنی کلک بزنی کلک بزنی. رو رد کن بیا پیری، حالا کارت به جایی رسیده که واسه من کارت میزنی؟ نوکس برده من پولا رو. چیکار کردی خلیل؟ کشتیش؟ بیبره پسر بیا بیا.
آقا جون. کی این کارو کرد؟ حق بزن. من نشناختمش. عروسیت مبارک. النجم والشجر يسجدان خلق الإنسان من صلصال كالفخار طبعي يا راي ربكما تكذب. آدرس دیگه ای نداری؟ چرا یکی دیگه هم هست جناب سروان، گاراژ باربری خرج میدان شوش. تلفنش 75 99 22 22. خیلی خوب، حالا بلند شیم بیاین اینجا رو انگوش بزنین. میدونیم که اگه موقعی بازجوی چیزی رو کم و کسر گفته باشین به ضررتون تموم میشه. ما این اون چیزی که دیده بودیم واسه تون گفتیم جناب سروان. بسیار تو بارو جلو صدق بود. سهراب خداپرست رو بگیم بیاد تو. سلام. سلام، بیا اینجا رو انگوش بزن. آها خوبه. بفرمید، این سه نفر رو ببریم بیرون. بفرمید بنشینید. خب اینطور که از شواهد برمیاد قتل توسط دو مرد غریبه که خلیل و نعمت اسم دارن صورت گرفته. وسیله قتل یه تکه آهن پاره نوک‌تیز بوده که خوشبختانه پیدا شده و دادیم انگشت‌نگاری بکنه. شما وقتی که بالای سر هم رسیدین هیچ برگه یا چیز من وقتی اونجا رسیدم جناب سروان فقط مقدار زیادی پول و باید اسمان بزرگ و ورقای بازی بود. این سه نفر رو فعلا نگرشون می‌داریم تا قضایا روشن‌تر بشه. شما به این سه تا هیچ گونه شک و تردیدی ندارین؟ نه، کار اونا نیست. میگم یه وقت نکنه بی خود میگی. اگه رد اونو پیدا کنن چی؟ یواشتر، تو اون سه چهار نفر کسی ما رو نمیشناسه، مشکل بتونن ردمونو گیر بیارن. فقط یه سه چهار روز میریم یه جایی تا آوا از آسیا بیفته. رسیدیم هیچی نواز بگی. باشه، بهت قول میدم. انگار نه انگار اتفاقی افتاده، فهمیدی یا نه؟ آره. اما آخرش چی میشه؟ همین که گفتم، خیلی آروم و خوش و خرم. اگه چیزی جای درس کنه یا اگه خود به خود لومون بدی وای به حالت. اما تو اونو کشتی، یادت رفته؟ دهنت تخت کن، من که نمیخواستم اونطور بشه. تازه ما دوتایی با هم بودیم، اون واسه جفتمون تقلب کرد، مگه نه؟ آره آره. پس صدا تو ببر دیگه هم حرف نزن. ما تا حالا با هم بودیم تا تشم با همین. ولی آخر آخری که نداره. یالا تکون بخور، باز را بیفتی. بگی بینم، بگی برو سوار شو. یالا زود باش، برو سوار شو ببینم.
خدا رحمتش کنه. نور به قبرش ببخوره. دلم واسه تنگ شده، همیشه قیافت جلوی چشمم. اون یکی دو روزی که تهران بودیم هیچ وقت از یادم نمیره. اینجا از بس من و مامان از تو و ولی الله خان تعریف کردی، همه منتظرن شماها رو ببینن. راستی یه مشتی دیروز بابام بالاخره به عروسی رضایت داد. البته شرطش اینه که شماها بیاین و از نزدیک باهاتون حرف بزنید. با ولی الله خان که خیلی کار داره، مامان یه ریز ازشون تعریف میکنه، میگه خیلی مرد محترم و خوش برخوردیه، یه پارچه آغاز. خب بایدم باشی، هرچی باشی پدر سهرابه. سهراب همش اسم تو گوشم زنگ میزنه. پس چرا تو پدرت نمیان؟ میدونم که تو تهران خیلی گرفتاری دارین، سرتون شلوغه، ولی سه چهار روز که چیزی نیست. بیانو صحبتاتونو بکنین و همه چیزو تموم کنین. اون موقع هرچی بگی من سب میکنم، هر موقع تو بگی عروسی میکنیم. این قد آدم دعوت میکنیم که تو کوچه و خیابونم پر کنن، تا صبح همه میزنن و شادی میکنن. بعدش منو تو مونه هم میشیم، میایم تهران پیش تو و پدرت. ماشالله هزار ماشالله، پدر شوهرم که لنگه با همتا نداره. واسه دوتایتون غذا درست میکنم، کارای خونتونو میکنم، لباساتونو اوتو میزنم. آخ کی میشه؟ سلام. سلام، حالا چطوره؟ ای خدا رو شکر. تازه چه خبر؟ قربون دست. راستی تلفن مغازه یوسفی چنده؟ 760. آره خودشه. چی گفتی؟ هیچی، قلم از دست دشمن در مورد. کجا داره میری؟ آقا خیلی ببخشید، یه بلیط برای اصفهان میخواستم. برای کی میخواین؟ برای همین الان آقا. الان ترتیبش میدم. مرجان لب لعل تو مرجان مرا قوت. به به برو محل آقا دارمه. یاقوت نه هم نام لب لعل تو یاقوت. آفرین بابا، ای والا قربان وفاتم، به وفاتم گذری کن. با گذرم بهش بده. باشه با قربان وفاتم گذری کن. تابوت مگر بشنوم از دخنه ی تابوت. مشالش تبشه. واقعا که تو نمری خیلی پرمغز و پرنفس گفته ها، مگه نه؟ آره جون تو خیلی میزون گفته، میزونه میزون. قربون آدم شید فهم برم. واه واه حیارو خوردن، آبرو رو ریختن، یکی همیز پرشون رو قیچی کنه، خجالت هم خوب چیزیه. بابا یارو ترش کرد، یارو طرف رو بچست، خوب مالیه، پر طرفه باشم تو کافه کار میکنه. میتونی بپذیر؟ من؟
بچه ای به امام حسین. ابجی ابجی میگم بد نیست اون پنجره رو باز کنی ها، هوا خیلی گرمه. آره چه از خود راضی؟ اونجا رو بسار، اونجا رو بسار باز کرد. باد آمد و بوی و انبار آور. شینی های کلتو بخورم یخ کنی. کاش میگفتی مامان جونت یه ونیکاتو یه نظر قربونی بهت آویزون میکرد. به شما میگن مرد؟ جان غیرت که قربونش برم بوش به دماغتون نخورده. تو خوزدگی و اطفارم که ماشالله هزار ماشالله دست میمون از پشت بستین. جور بارم اون کم حده قابل بزه بیاد پایین آلیش میکنم، هنو منو نشناخته. آره میگفتیم هلو با یه دقیقه خفشو بینم. خیلی میگم که خیلی زبان درازی کردی اما بهتران خواستم بهت بگم اینجا جاش نیست و اینا یه عدو اطفالی نشونت میدادم که یه دفعه ببینی و صد دفعه تعریف کنه. درسته حتمی آبجی چیه دید دادی؟ آبجی من تای فدات شم بیرم ازید میگم چیه؟ بیرم چیه؟ بیرم بخوره آموت نیست. بلش کن اونجا رو مای به تو یاد ندادن که یه مرد هیچوقت با زن در نمیفته. تو نونآورشی یا اون خرجتو میده؟ خرجی مرد خدا میرسونه. مرد شنفته چی گفت حسن آقا؟ آره. تو اینجا مردی میبینی جون من؟ والا به جز خودمون دوتا من یکی که مرد نمیبینم. اگه مرد نمیبینی واسه خاطر اینه که چادرتون جلو چشاتونو گرفته. چادرشو بهش بده بابا. ممکنه بهش نظر بزنن. حضوریش به تن آمده. حالا جدی میره؟ خیلی خواب آبجی از اینجا برو. الان حالیتون میکنم مرد کیه؟ به به نکبتا کنس میرم گیرش بینم هوا پس ما نیستیم. حالا آقا بیا خیته ما رفتیم. نامت بیا بگیم این مازده امروزت. از این به بعد جلو زن جماعت سرتو بنداز پایین. اما اگه چشه تو چشه یه مرد افتاد تو اون زول بزن تا رسم مردی رو یادت بده. حالا پشت گورتو گم کن. راستش واسه خودم هم لازم بود. غریبه ها میتونن بشینن؟ اختیار دارین شما که غریبه این سفال. خیلی ممنون. یکی پیدا میشه مثل تو لوتی صفت که واسهش فامیل و غریبه توفیری نمی کنه. یکی هم پیدا میشه مثل اون نالوتی که جلو هزار تو چش. واس چی بالا من در اومدی؟ راستش نمیدونم. دیدم به یه نفر احتیاج داری. خب منم پامو گذاشتم وسط. آره آدمیزاد همیشه وقتی محتاجه که دست تنهاست. اینا راست میگی. آدمیزاد تو این دوره و زمونه بد جوری تنهاست. چیه؟ نکنه خاطر خواهی؟ آره اما خاطر ما رو نمیخواد. باشه باشه. راستی اسمت چیه؟ رعنا. جوانه با معرفت همه منو میشناسن. بینم راستی نگفتی واس چی داری میری اسفون؟ دنبال یه نفر، یعنی دو نفر. اونا هم از اون جوانایی با معرفت هم. فامیلت هم؟ نه رفیقت هم؟ سیگار میکشی؟ آره بده. از تو خوشم میاد با صفایی. صفایی که پیش شما هست. <تص->
نه دیگه، اگه بخوای منو برسونی اون وقت خیلی بهت بده کار میشم. من یه تاکسی میگیرم میرم خونه. تو چی کار میکنی؟ هیچی، میرم مسافر خونه. یه جایی اینجا فامیل نداری؟ چرا؟ اما هنوز فامیل نشدی. فعلا که دیر وقته، بعدا میرم سراغشون. به هر حال هر وقت خواستی میتونی یه سر به من بزنی. آدرسمو که گم نمیکنی ها؟ نه حتما میام پیشت. خب امروز خیلی منو شرمنده کردی. این حرفا چیه؟ من که کاری نکردم. چرا؟ من بهت مدیونم. ایشالا یه روزی تلافیشو در میارم. تاکسی؟ خب دیگه من رفتم. خدافظ. خدافظ. یادت نره اگه وقت کردی حتما بهم یه سری بزنی. باشه حتما میام. بالاخره تشریف آوردین. بیا تو خوشگل شبگرد. مگه اینکه موت آتیش بزنم تا اگه شبگرد بودم الان پیش تو نبودم آقا. من سر شب رسیدم، رفتم کافه نبودی، فکر کردم باز خونه باشی. بهم نمیگه تا کجا بودی؟ کار مریض خونه رو که نمیشه روش حساب کرد. دیروز مرخصم کردن، امروز را افتادم اومدم. خب مثل این که دیگه هیچ درد و ناله‌ای نداری، نیست؟ درد؟ یه هفته تو مریض خونه خوابیده بودم، تو یه سر نیومدی دیدنم. دی؟ پول دوا درمونه تو که بهت دادم. پای اینجور چیزه که میاد وسط کیه ناخون میده؟ من که فرستادمت مریض خونه، تهرون. مهرتو که به پولت نبسته، به من گفته بودن اومدی تهرون. همش چشم در بودم که پیدات بشه. پرستارا از دستم عاجز شده بودن، بهشون سپرده بودم که میای، اما تو پیدات نشد. معلوم نبود کجا بودی و با کی بودی. اینقدر حرف مفت نزن زن. من دستمالم گیر بود. تو که میدونی من خاطراتو میخوام، واسم یه گرفتاری پیش اومده بود. چه گرفتاری؟ چی بگم؟ ازم نپرس، به موقعش بهت میگم. چه اتفاقی افتاده؟ نمیدونم، چیز مهمی نیست. یه گرفت کوچیک تو تهرون تموم شد و قال قضیه کنده شد، دیگه حرفش هم نزن. سلام علیک پدر. با سلام پدر سلواتی. تو کجا بودی مرد؟ میشیم ببینم. چاکرتم پدر. به خدا خاک کف پاتم. بیغیرت، اینم رسم روزگاره، آدم بذاره و بره. بعد مدتی هم که میاد شب رایی خونه نشه. والا دیشب خسته و کوفته بودم، همینطوری یه سر کوبیدیم و اومدی. یه خود کار داشتم، تموم که شد دیدم دیر وقته، نعمت رو فرستادم خونه، خودم رفتم همون، بعدم رفتم پیش رفقا. صبحی میخواستم برم خونه، گفتم اول بیام خدمت شما و بعدشم. خوب کاری کردی پسرم، بابا دلش خیلی واسه تنگ شده بود. کردم پدر. خوب خبر تا گل از گلش وا شده بود، به هم نگفت، گذار شما بگی. اگه تو هم بشنفی گل از گلت وا میشه. نوکرتم پدر، اینقدر اذیتم نکن. کارخونه رو به اسم تو کردم. چی؟ به اسم من؟ آره، گفتم اگه دست و بالت بیاد تو کار دیگه اینجا موندنی میشی. منم که دیگه دل دماغ کار کردن واسم نمونده. با این و اون مشورتی و کار تموم شد. مادرت وقتی شنید میخواست پر در بیاره. یعنی
یعنی میخوام بگی حالا همه چی اسم منه؟ آره پسر، تو دیگه یه مردی، یه مرد کاردون. خب چطوره؟ خوشت میاد؟ والا در ضمن عکستم که رو تمام جعبه‌ها چاپ کردن، حالا دیگه همه میدونن که تو چه آدم بزرگ و محترمی اینو شدی. فرستادیم بازار. با کجای کاری مرد، دو هفته یه که داره فروش میره، همه شهرستون هم فرستادیم. تهرون هم فرستادی؟ آره، اکثر شیرمی فروشی ها و آجیل فروشی های معتبر هم فرستادیم، الانه تو دست مردمه. بعضی وقتا میاییم اصفهان، هم دیدن مامانینا، هم یه گردش رو تفریح میکنیم، بچه ها رو میاریم، نه؟ گوش کن تابوس، یه چیزایی هست که تو باید بدونی، باید همش رو وسط بگم. چه چیزایی؟ ولی الان نمیتونم. تو میتونی امروز از خونه بیای بیرون؟ کجا؟ نمیدونم، هر جا که تو بگی. باغ ملی خوبه؟ آره خوبه. سمت زرت هم باشه؟ سهراب چیه؟ دوست دارم. بازیای گزیالت نره. چش. ببخشید آقا. خلیل خان تو همین کارخونه هست. آره آقا، اتفاقا همین امروز تشریف آوردن. گونه هاشم دارم میام. تو کارت باش. شده؟ چه خبر شده؟ در رو برویش که با نکن. خلیل، چیو داری از من پنهون میکنی؟ چرا به من نمیگی چه اتفاقی افتاده؟ شلوغش نکن رانا، من بعد آوردم. اگه اشتباه نکنم دست گل به آب دادی. واس چی داشت تعقیبت میکرد؟ اگه به من نگی پس میخوای به کی بگی؟ من که باست بدونم چه درد سری درست شده. ببین رانا، من معصیت کردم، خبط کردم، یعنی دست خودم نبود،
یه دفعه دیدم بعد جوری دنبه تله دادم، اصلا فکرشم نمیشد کرد من بعد جوری تو عچل افتادم. یعنی تنها من نه، میدونی نعمت هم هست، اونم دستش افتاده تو حنا. آدم کشتین؟ آره، یعنی نمیخواستیم با کشیمش، حرفمون شد، اون سر قمار تقلب کرد، بعدش هم دعوا شد، دیگه نفهمیدم چی شد. کسی از این جریان چیزی میدونه؟ نه هیچکی نمیدونه، تو هم انگار نه انگار. اون کیه دنبالت بود؟ پسرشه، خیلی هم شهره. یعنی شما پدر اونو کشتی؟ حقش بود، خیلی نامردی کرده بود، ولی من نمیدونستم اینطوری میشه، نمیدونستم. چی گفتی؟ آره درست گرفتی، تو را همو کشتم، خیلی وقته، چند روز بعد از اینکه شما از تهرون. کیا کشتنش؟ دو نفر غریبه، دوتا نامرد ترسو که بعدش هم فرار کردن، اما من ولشون نکردم، به هر دری زدم تا رد پای از این بی‌معرفت های نالوتی گیر بیارم، تا اینکه بالاخره جاشون رو پیدا کردن. آره اونا تو تازه زندون هم واسه شون کمه، من میدونم چطوری سزاشون رو کف دستشون بزنم. من تابوس پشتم داغ شد، زانوام لرزید، تازه اگه بتونم جون سالم بر ببرم اون موقع دیگه یه آدم معمولی این همه آدم ها نیستم. معلوم نیست شبم سلامت صبح بشه، یا اگه صبح از خونه بیام بیرون بتونم دوباره رنگ آفتابو تو آسمون ببینم. نه تابوس، من نمیتونم تو را مثل خودم بندازم تو دغدغه و دلناگرم. تو هیچ گناهی نداری جز این که به من دل بستی، با آدمی که روزگار قطعه یه ارزنم بهش معرفت نکرد. ولی تو امشب رو هر جوری هست باید بیای، همه چی درست میشه سهراب، اینو من تو خواب دیدم، ماماله هم میشی، هیچی هم نمیتونه ما رو از هم جدا کنه. اگه بخوای اونا رو بکشی سر و کارت با کیفر و قانونه. من میدونم تو بس این که منو از دست ندی خودتو گرفتار نمی کنی. نه چیه پدر تو همی؟ چیزی شده؟ آره، از ده خبر آوردن که وضع خیلی وله، قضیه یه بارونه، خیلی وقت بارون نیومده. مگه چند وقته که سر نزدی؟ دو سه ماهی میشه، اما فکر نمی کردم اینجوری بشه. میگن علفچر داره از بین میره، دادیان هیچ کاری از دستشون ساخته نیست، آبشون کفاف نمیده. من فردا باز برم، میخوام نماز بارون بخونم، من واسه راست ریس کردنشون باز اونجا باشم. پس ما چی؟ شما همینجا میمونید، من سر 3-4 روز میرم و بر میکردم. خدا کنه با نظر نیاز دادیا بارون بیاد، ایشالا درست میشه، نراحت نباشی. خدا کنه، خدا کنه. مادر پس چرا آقا جون اینا نمیان؟ هیچ وقت اینقدر دیر نمی کردن، مخصوصا حالا که میدونن مهمون داریم و چه کار خیری هم پیشه. راستی سهراب خان، برادرای تابوس وقتی شنیدن خیلی خوشحال شدن. خب به سلامتی، امشب چشممون به جمالشون روشن میشه. هر جا باشن الان دیگه پیداشون میشه. شما سهراب خان به بزرگی خودتون ببخشین. این حرف چیه تکی بخانم؟ خب لابد کاری چیزی دارن، مهم نیست. خودشونن اومدن. چقدر دیر کردیم، یه ساعته که منتظریم.
کارون باشه. اومده چیزی نیست، خود گرفتار بودم دیگه. دیگه ای تشریف آوردین؟ همین امروز اومدم. بیا این دوتا هم شخشم شده من پسرام هستن، خلیل و نعمت. چرا ماتتون برده؟ دومادمونه دیگه. پسر برو جلو، برو. چرا باستادی؟ برو برو پسر. خیلی خوش اومدی. سلام علیکم. خیلی خوبه، خیلی خوبه. بفرمایید قدمت روی چش بفرمایید بشینید. هی گفتم آقا پسراتونو میشناسم. ما تو تهران با هم آشنا شدیم مگه نه؟ توی قهوه خونه. آره یادتون که میاد؟ آره یادم اومد. پسر تو چرا آقا رو نشناختی؟ خب به حمدالله که آرام در اومدین. یه آشنایی خیلی مختصر سر یه قضیه. ما تو تهران با هم برخورد کردیم، اتفاقا خیلی هم شیرین با هم آشنا شدیم. مادر پس چرا نمیگی شام بدن؟ حتما سهراب خان گشنه شد. الان بفرمایید سر سفره آقا، شام حاضره. خب بفرمایید سهراب خان، شام حاضره. بفرمایید. خوب تصمیمت عوض شد؟ نه نمیدونم چجایی بهت بگم. اون دوتایی که بهت میگفتم، اون دوتا نامردی که پدر منو از بین بردن، برادرهای تو. آره دیگه همه چی تموم شد. من نمیتونم دستت رو تو دستم بگیرم. ما بعد جوری افتادیم تو عجل. آنه میخوای چیکار کنی؟ نمیدونم. کی میتونست فکرشو بکنه که طرف این باشه؟ کی میتونست؟ شاید واسه خاطر آلجون ما رو حلال کنه. اصلا واسه خود ما هم خوب نیست. دندونی که درد میکنه باز کند و انداختش دو. نه من میترسم. تو هم که همش میترسی. بهتره راشنی که با هم بریم ده. یه چند روزی اون طرف رو میمونیم، شاید طاووس بتونه نظر اونو برگردونه. روش حساب نکن. اگه تو نهی من یکی میرم. فردا صبح که آفتاب سر بزنه راه میفتم میرم. آره فکر خوبیه. صبح زود دوتایی راه میفتیم و میریم. اما این پسر خیلی شره، هم شره هم زخمی. داش خلیل چیه؟ من و تو تاتش با همیم دیگه مگه نه؟ دیا آره پسر، تا تش با همی. تو چه به من کلک نمیزنی؟ الله اکبر، چی داری میگی پسر؟ مگه خول شدی؟ یعنی هرچی بشه تو هوای منو داری، منم هوای تو رو. آره دیگه هوایی میزنی. خب معلومه برادری به همین چیز هست دیگه. نوکرتم. میدونستم تو داشت منی، رفیق منی. میدونستم. قرم داشتم. چی کار میکنی پسر؟ آروم باش.
رفیق چیه؟ ما همخونی. بلا همه جا اومد. چاه بغل آسیاب چی؟ اونم خوش شده. اصلا میدونین چیه مصیب خان؟ زمینای این آبادی طاقت چاه زدن رو نداره. کامیون ما میبره بقیش با خودتون. خداحافظ. امید هم با احتیاط برون نعمه. خش بابا. ای داداش. بله. ببینم ده مصیب خان همین طرفه. آره برادر، یک کیلومتر پایین تره. الان پسرش با کامیون انجرت شد. کامیون برای چی؟ برای اینکه گوسفندای زبون بسته رو به یه آبادی برسونه. قربونت. رفت جاده بالایی. او خاکیه. کسی بی معرفت خوب گیره تا بردن نمیتونه دستان دری بالاخره حساب تو میرسم داداش داش خلیل به دادم بره خدا خودش بزرگه خودش عالمه بالاخره بارون میاد آخه کی؟ پس کی؟ وقتی که همه چیز از بین رفت کسی چه میدونه؟ گره هر کاری به دست اونه به همه گفتی سر زور تو مسجد جمع شن؟ آره صلات زور همه اونجا جمعن از اونجا میریم تو صحرا جلوی امامزاده اونجا دعا میخونیم چی اومدی اینجا؟ بالاخره اومدی بالاخره چشمم تو چشمت افتاد معصیت کار خدا نشناس سرتو کردی زیر برف خیال کردی نمیدونم تو زندگی من از هم پاشیدی تو همه چیمو به باد دادی اومدی اینجا این چیزا رو به هم بگی؟ اومدم دنبال سهراب سهراب؟ اومدم شاید بتونم جلوشو بگیرم مگه اینجاست؟ آره اینجاست شانس آوردیم که تا حالا زنده موندی اینو واسه خاطر خودم میگم وگرنه تو دیگه داداش من نیستی تو دیگه همخونه من نیستی اگه میخوام زنده بمونی فقط واسه اینه که نمیخوام با ریختن خونه تو سهرابو واسه همیشه از دست بدم پدرمون همه چیزو میدونه؟ آره همه چیزو واسش گفتم ببین آبجی خونه من و تو یکیه جفتمون از یه سینه شیر خورد فقط واسه خاطر هم گریه کردیم من میدونم که شما همگره خیلی دوست داری واسه فقط توی این کارو بکنی
میدونم میونه هزارون دختر هیچ کدوم وفا و پاکی تو رو ندارن، هیچ خوشکوچیکه تو نمیشن. دیاشت این ازت میخواد، خواهش میکنم. دیگه اومدی اینجا چیکار؟ اومدم باهات حرف بزنم، حرفای آخرم اومدم برات گردونم. دیده بگیر، تشنگی های من را پایان بخش. کجای خلیل؟ 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 کجایی؟ خودتو نشون بده. خلیل من اینجام. کاری کردی من اومدم بگم که از خونت گذشتم، من خواهرتو اخت
آره همین امروز صبح. راست میگی؟ آره آره بهت راست میگی. داداش داداش ما الان با هم فامیل. آره فامیلی نوکرت ها تابوس دومادمون خیلی مرده اونو اونو هیچ وقت دست نده خوهرمون به دست تو میسپرم عروسیتون مبارک باشه داداش